اکسیبه دیگه بخورم، دلش برات دعا کنم، یا جانش رو بکنم که وجودش برات دعا کنم. چون حیدری سبه دیدم امیر ذکر خیرش کردیم. اول شروع میکنیم بنام خداوند تعالی، به خاطر از اینکه از کرونی از کرکم شما مرا یاد کنین، ما شما را یاد میکنم که یاد او همه از همه یادا بهتر است و نیکوتر. نام من رفته است روزی بر لب جانان و سهر، اما تو اشارتن رفته. نام من رفته است روزی بر لب جانان و سهر، اهل دل را بوی جان می آید از نامم هنوز. بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم و فرمودی خواجه الله انصار که گفت که ای که با یاد تو همه غمها سرور در سرور است و همه خوشیها غرور در غرور است. او را یاد میکنیم و یادی از رسول رو میکنیم، یادی از او میکنیم که هستی و نیستیم آقاد از توست. ما اینجا هستیم، چند روزی هستیم، با اونجا میپیوندیم. انا لله و انا الیه راجعون هستیم. هر که او را دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگاری وصل خویش. از بایزید بسطامی پرسیدم که بدترین چیست؟ گفت غفلت. با تأسف اکثرا در غفلت هستیم. یاد او را، ذکر او را فراموش کرد. منظور وقتی که یاد او میگیم، یاد او نیست که ما الله الله بگیم، نه. یک بیچاره را که دیدیم دستش گرفتیم، ذکر حق است. در راه که درایو میکنیم یک کسی را راه دادیم، ذکر حق است. از این شروع میشه دیگه. یاد از رسولش میکنیم که یک فارسی موی که دری فارسی میگفت، چی میگفت با زبان عربی چنان یک توصیف و یک نعتی گفته که ما دوستای عربی ما که میگم، اونا فوری در تلفن خود میرن و ایره پیدا میکنن چی چیست. و او گفته که بلغ العلا بکمالی، کشف الدجا بجمالی، حسنت جمیع خصالی، صلو علیه و آله. سلامی خدمت شما عرض کنیم و شما نازنینان، شما دوستداران حق که در این زمان و در این مکان و در این وقت شما های میدان و تای میدان بیاین و محفل مرزا عبدالقادر بیدل، شخص که میگفت که هرچی از جنس نقش پا پیداست بیدل خاکسار آماند. در این محفل خاکساری بیدل حضور می آوید. این نعمت بزرگ است، این طلب بزرگ است. کسی که طالب است به مطلوب می رسد. خود این طالب در معنی رسیدن به طلب است. مطل گشته است در عالم که جوینده است یا بنده. یا حدیث پیامبر است میگه که چون که کوبیدره عاقبت زاندر برون آید سری و با شما به مطلب رسیده هستیم. امی خودش مطلب است و خوش به حال شما در جستجوی اتو مطالب محافل و مطالب هستیم. ما سلام خدا خدمت شما عرض می کنم، حتی سلام خدا برباد شما باد. برزی که بلای صالح هستید، السلام علینا علی عباد الله صالحین. او سلام که برسه آدم
از تمام سلام ها بی نیاز میشه. به خاطر از اینکه میگه ز سلام پادشاهان به خدا منو میگردند، چو کسی شنیده باشد ز تو سرسری سلام. پیشتر آقای زکا گفت که در افغانستان بسیار معذرت میخواییم، ما اینجا منی که اختلاف کنیم. راجب بیده صحبت شد، سامانش گفت کجا بود، چی کرد، چطور کرد، اینا رو همه گفتند. حریفان باده ها خوردند و رفتند، توهی خانه ها کردند و رفتند. دوشانس بگویم زد کلیدی داد از اصلاحات مرزا القادر بیدل که ما میتونیم با کلید در بستی سخنهای بیدل باز کنیم. اما زکی صاحب گفتن که در امروز شرایط خراب است و زدن است و قید و بند است و مردم نمیرن، علت آدم جسجو کنم. من همیش اولادای ما گفتیم بچیم نماز میخوانیم، میگه بله. تو پرسان کن چرا نماز میخوانیم، به تو نخوان، پرسان علت چیز که میخوانیم، چی به درد میخوانم. دیگه آدم پرسان کنه که شرایط چرا این گونه است. علتش فقط یک گپ است و او ایست که حضور خداوند تعالی رفته از اینجا. حضور خداوند تعالی چیست؟ خداوند تعالی خود که چیست؟ معناست. مثل که شیطان حضورش چیست؟ معناست. شیطان حضورش خودخواهیست، تکبر است، تعصب است، بدبینی است، غیبت است. این حضور شیطان است. هر وقت این چیز آمد بفهمید که در اون محفل، در اون جایگاه حضور شیطان است. هر جایی که مهر و محبت و دوستی و احترام و اینا وجود داشت، اینا صفتهای الله است. حضور خدا تعالی اونجا است. ما نمیتونیم در آسمان زمین خدا را پیدا کنیم. خداوند گفته که این اقرب ما از گردن شما نزدیک، کسی من خودت هست. مولانا میگه که راه آسمان درون است، پر عشق را به جنبان، پر عشق چون قوی شد غم نردبان نماند. حضور خداوند تعالی از متاسفانه رفته از بین. حضوری چی آمده؟ حضور نان آمده، زندگی مادی آمده، هر کس عجیب است. هرس قاضی نیست بیدل، ورنه اسباب معاش آنچه ما در کار داریم اکثرا در کار نیست. برای کارهای تانسه ای کنیم، بوتا و همه چیز رو نیست. کدامش اکسیر را پوشیدیم؟ چقدر وقت زایی کنیم؟ حیفی وقت مبارک که زر است بالای بزرانی. وقت بسیار مهم است. یکی از خلیفه‌های بغداد خواب بود، در خواب دید که اسرائیل بالای سرش ساده است. گفت کی هستی؟ گفت اسرائیل هست. گفت خیرت است؟ گفت وقت تمام است. ازا جا عجل و لا یستخرو نفی ساعت. عجل آمده مست. گفت ما با نواسا با مردم صحبت نکردیم. من وقت بدهیم؟ گفت نه، تمام است، وقت آمده. گفت من 1000 دینار نقره از خود دارم، میتونم خیرات میکنم، مرا 1 روز وقت بدهیم. گفت امکان نداره. گفت نیم روز وقت گفت نه. گفت 1 سال. گفت نه. یعنی 1 سال گفت از خواب بیدار شد. ما 1 ساعت به 1000 درهم دینار نقره میخریدم. ما هر روز صبح کس میخیزیم 1 روز به کمال 24 ساعت رایگان برای ما میدهیم. یعنی چقدر مصرف میکنیم؟ اگر با تکبر و غرور و با پیشانی ترش و با نشکری آغاز کنیم، تباه هستیم. از اون صبح که میخیزی خدا را شکر کنی که امروز در من دادی، همین تن من که در معرض باد است و در معذر زوال است، این وسیله خیر بساز. من از این لحظه خیرش رو میفرم. اگر زن هستی بگو شوهر عزیزم السلام علیکم، امروز روزت خوش باد، من چه خدمت کنم برات. اگر مرد هستی خانم عزیز، من امروز چه خدمت کنم. آغاز میشه این زیجه. یکی از نویسنده های انگلیسی بسیار شاد بود و
مردم میپرسن که تو همه شاد هستی، علت چیست؟ گفت من که این روزنامه رو میخوانم، ابو صفحه وفیات سعی میکنم نام ما که نمیباشه، شاد هستم. یعنی پیام گپیست که می چشمت میبینه، گوشت میشنوه، خدا را شکر و خدمت کنم. یعنی من امیر خدمت شما عرض میکنم که شما امیر تجربه کنید، به خود نرسید قطعه، به مردم برسید، ببینید که به خود رسید این وقت. برای از این که وقتی کارم به کس را کمک میکنه، شادی میکنه، او شادی تو نیست کن. از اون طرف دور میزنم، یعنی شادی از تو میبراید، خوشی از تو اول میبراید، به دیگر از میرسد. ما آدرس را گم کنیم. آدرس چیست؟ ای گپایی که مثلا از قرآن و حدیث یا کسی گپ میزنم، مردم یک گپایی کنه و میبازده. برای که درست گفتن نشده برای من. ما روز پیش یک استادی بودیم، رفیق ما سوال کرد که استاد چرا در سوره فاتحه دوبار دوبار آمده که رحمان و رحیم؟ یک سوره که 7 آیت است، علت چیست؟ گوش من جرقه پیدا کرد که من تا عمر خود همی سوال نکردیم و نمیفهمم. میگم من نمیفهمم، شاید شما بفهمید. استاد گفت که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. دوباره آمد. استاد گفت که رحمان الرحیمی که در اول آمده، بسم الله الرحمن الرحیم، به خاطر الوهیت حق تعالی آمده. و در رب العالمین که آمده الرحمن الرحیم، به خاطر ربوبیتش آمده. من نمیاد باز گفت اگر نفهمیدی که به مثال برد روشن بسازم. گفتیم استاد بفرما. گفت یک استاد است و صرف درس میده. وقتی که درس میده همه شاگردها را همون درس میده. برای از اینکه در اینجا که رحمانیتش ته استاد است. وقتی که هر شاگرد به اندازه ظرفیت خود میگیره و رحیمیتش است. و وقتی که استاد با فامیل خود بسیار آدم شریف است، با زن و خانواده خود، با همسایه خود، وقتی که به صنف آمیه شریف است، ای هم در بیرون شریف است، هم در درون. خداوند تعالی هم با الوهیت خود رحمان رحیم است و هم با ربوبیت خود. من خودم میگفتم سخن دراز نشه که آدم خسته نشه، با معذرت. ما او روز یک قصه کردم با آقای زکی، او اجازه بدیم که یک لبخند بزنیم و از این کپای جدی برای با ایشان شده بودم. اما یک ذره گفت زنم، گفتم که من زیاد گفت نزنم، بهتر است که ما با یک نفر داشته باشیم که تارکش کنم. این قصه تارکش کردن این گونه است که یکی از پادشاه ها وفات کرد. در قدیم رواج بود که باز می پرامید، باز بالا یک کس که میشید پادشاه پادشاه. این مسائل غوطی دبا نبود. یک باز پرامید رفت بالای سر یک دیقان شید. مردم گفت بابا این دیقان است، نمیشه. باز پرامید، باز آمد بالای سر دیقان شید. دفعه سیون پرامیدن بالای دیقان شد. گفتیر خدا چاره نیست، اینه قبول میکنیم، کارایش تبدیل کردن و آب ریختن به سر روش و شسته و رفته آوردن شد و تخت پادشاهی شاندن. وزیر آگاه و مدبر داشت، گفت که درست است که فردا تمام نمایندگان امسایه ها و منت ها میاد اینجا، شما صحبت باید بکنید، شما یک دو سه کلمه گپ زنید تا جایی که درست گفتید. درست که نبود، من در پای خودت یک تار بسته میکنم و یک پایش را به شست خود دسته میگذارم. هرگاه که سخن تو نادرست بود، من تا را کش میکنم، تو آرام باش، من ترمیم میکنم سخن. گفت درست. وقتی که مردم دو جمع شد، خیال دیخان بود. بیچاره مرا آره چیز نمیفهمید. وقتی که ششتن گفت که شما گاو دارین؟ گفت بله، ما حیوانات داریم. با معذرت گفت گوای شما تپی میکنن. ایره که گفت تا را کش کرد.
وزیر شروع کرد گفت که این پادشاه مدبر است. اساس یک جامعه روی زراعت استوار است. زراعت نباشه گفت و گفت و گفت. پادشاه گفت که اگر تارکش نمیکرد من بسیار گپای خوبا میاشتم. حالا خدا کنه کسی باشه که تارش ما کش کنی نر وقتی که گپ مزیاد شد. مزیاد صحبت نمی کنم. بر من کار خانگی داده بودم که شما راجع به پایه های تصوف مرزا القادر بیدر صحبت کنیم. من این صحبت که گپش میدیم و شانه همه درسیم که من چی کار با شما؟ این صحبت؟ مثل که یاد واصف سای باختری به خیر من رود گفتم استاد آلم نیکا آمدی افغانستان هم نرفتی. میری پایان یک سگرید میکشی بالا میشینی ای ادامه داره نمیشه استاد که روزی یک غزل هفته یک غزل هر ماه یک غزل را تفسیر کن معنی کن که به درد مردم بخوره و هیچ کس هم این کار نکده هیچ کس استاد گفت که عین سوالت را من از علامه سلجوقی کردم و علامه سلجوقی گفت وقتی که گپ میزنی باختری شانهای من میلرزه کار ما نیست. چرا این کار نیست؟ بسیار روشان سوی گفتن که آشنایی کار کرده و این ترجمه بیگار کرده. به خاطر از اینکه کتاب های مقدس مثل کتاب های دیگر نیست. از جنس کتاب ها نیست. مثلا جغرافیا و تاریخ و اقتصاد بگیری میخوانی میفهمی صحبت ها کده میتانی. اما قرآن و تورات و انجیل و مثنوی معنوی مولانا و بیدل، سعدی، نظامی اینا از جنس کتاب ها نیست. او از جنس کتاب های دیگه است. او کتاب هایی است که هدل للمتقین است. هر کس هدایت نمی کنه. متقی نمی کنه. یک کسی خواهد گفت چرا خیلی هدل ظالمین نیست. این نیست. هدل للمتقین است. مثل سرایی میگه عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد که دار ملک ایمان را مجرد بیند از آقا. وقتی که به کتاب با اخلاص پیشه یا آجت و کلی و قلف و دروازه نیست به اخلاص پیش بره برد معنی میشه میگه ای بنده بیا به من راحله کن گر کام دلت ندادم پس گله کن. یک عرض دیگه پس به این بالای بیدل شما متوجه باشیم در تاق مرزا عبدالقادر بیدل رحمت الله علیه اولین بار در افغانستان شناخته شد. او ملتش این بود که تیمورشاه والی لاهور بود و پدر خود آماچا بابا نایشت اون پاچاهات پاچاهای آلواره نبینه هنرها داشتن رحمان بابا آماچا بابا شاعر بود تیمورشاه کلیات داره شاه شجاعی که پیش ما به نماز و شعر داره مرغ سحر تو گم شوی یار به این بهانه رفت این شعر شاه شجاع است یا آماچا بابا که شیرینا مرچتیری جیدری قدری دایاران لکه گلوند بهار دی چه خزان را بانی راشی تری قدری این ببین که ذکر خیلی از ما آره رهبرای ما گپ زدن یاد نمیاد کواسی یک نفر نواسی یک نفر میگه نواسی یک نفر برادر یک نفر میگه تیمورشاه در لاهور والی بود برای پدر خود آماچا ناشته کرد آماچا بابا که در اینجا یک کتابی به دست آمده از مرزا عبدالقادر بیدل شعر فوق‌العاده داره و گرفت او شعر ناشته کرد اولین غزل بیدل که چند لحظه بعد خدمت شما میخوانم برای پدر خود ناشته کرد و گفت یک نفر شاعر زندان است به نام واقف لاهوری این خط برش رسید فوری آمد شما ناشته کرد که ام واقف را بیار ام کتاب را آمد که برم هر دو کار کرد این که آمد در قندهار آمد کتاب بیدل حضور کتاب بیدل در قندهار رسید امی مهرمید خان مشرقی کاکای محمود طرزی ای که
کتاب خواند و اونجا شروع کرد، خانقاه از اونجا شروع شد. اول بیدل شناسی اول از قندهار افغانستان شروع با تاجیکستان و ازبکستان و مناطق دیگه رفت. سه چهار سال پیش به ایران میاد، فکر میکنم پنج سال پیش به ایران رواج یافت. کمی تو آقای روشان سر گفتن شفیع کدگنی کتاب شاعرای نهار نوشته کرد. اگر شما هم نفهمید باز شعرا رو گفته این معنی نداره، اما به نام حسن حسینی یکش که بیدل و یک شاعر که نامش یادم رفت، بیدل و سهراب سپیری در اون ناشته کرد. نیه آقای کدگنی آلی یاد زندان هست ناشته کرد که نیه اینا کلا معنی داره. که تو نفهمیدی فرق نمی کنه ولی معنی داره. دیگر اولین بار در افغانستان آمد بیدل، از اون خاطر خورد کلان با سواد و بی سواد شیر بیدل دوست داره. علت شامیست که مثلا شما سی بدن می خورید بیدل، وقتی به دستان می رسه عطرش دماغ تو شما را معطر می کنه. از ویتامیناش هیچ خبر نداریم. شیر بیدل مثل یک گل باریست که رسید جان را معطر می کنه. چه رسه که تو باز او را بفاهمی و بدانی؟ گرچه گفت از فرق تا قدم افسون حیرتی بیدل، کسی چه شهر کند معنی نکوی ترا یا مگوی ترا. تصوف سیریست، تصوف عرفان، تصوف سیریست یا مهاجرتیست الا الله، از من و سوی الله، یا از طرف من محدود و سوی الله لا محدود. و مثل نردبان است که پله پله تا آسمان حقیقت میرسد، که در هر پله سالک یا رهرو خود، شخصیت خود و دنیای ما حول خود روشنتر آهسته است میبیند. که بسیار مهم است که آدم همیشه این را پرسند من کی هستم، از کجا آمدم، کجا میرم. این سوال بسیار مهم است، باید هر کس از خود کنه که من اینجا هستم، برازیل از کجاست، ما از پاکستان آمدیم، افغانستان بیرم، از کجا آمدیم. این سیر سالب می کنم از محدود به سوی نامحدود. آغاز انسان منیت بسیار تارکش منیتش بسیار پررنگ است. آیستا آیستا که وقتی به این سیر میره منیتش کاهش میاد، ارتقا میکنه، بالا میره، هر پله دیدگاهش فرا میکنه، خود خوبتر میشناسه، تعصباتش، منیتش، خودخواهیش آیستا آیستا کم میشه، احساس شادی میکنه، بالا میره و دیدش فرق میکنه. من اینو به طور مثال میگم، بازم شیر میخوانم برای اینکه برای من ده دقیقه وقت بده. خاطرتان هم جمع باشه که من میرم زند. و او مثلا یک جای بیدل سر میگه که چه تاثیر است یارب برقی دبیرستان الفت را، که من میسوزم و بوی تو میآید ز داخل من. این چه تاثیر دمی پتی ایزین هست. اما صوفیزه بشکلی چی میگه؟ خدایا آشنا گردان به من آن دردمندی را، که از گلهای داغی سینهش بوی تو میآید. پله ها فرق میکنن. من مختار نمیگرم یک شیر از امو که مادرزم خان مرزا القادر بیدل دعوت کرد به میوات. باز وقتی که صبح روشن و زیبا و آفتابی و دلنگیز بود، مرزا القادر بیدل رحمت الله علیه که حضورش با پاک باد، با گفته صوفی صاحب اشعری گفت که وصف کدام چشم در این بزم گفتن کین خانه رنگ، که این خانه بوی نرگس شهلا گرفته است.
یاد بیدل شده است. همونطوری که در صبح مرزا القادر آمده بود کائنات دید، پایه خلاصه یک کلام نگم پایه تصوف بیدل، او میگه که عاشقان را شد مدرس روی دوست، دفتر و درس و سبقشان حسن دوست. تمام حیدری سایی بر من قصه کرد، گفت که صوفی سایی به عشقی را پرسان کردم که چطور تمام تجارات پدر را بیافت تاجر را بیافت کرد رها کردی و در بیشی گیری؟ گفت یک روز از این کوچه تیر میشتم در کابل امرای مامایم، گفت او پیش بود ما پسر یک دروازه باشد چرنگ میکرد دروازه افتاد یک چیره را هیدم دیدم ششتم پایم سستی کرد. مامایم آمد گفت که چی میکنی؟ غلام نبی. گفت مانده شد هیچ وقت ما نشد تا قدیم رفتی. گفت از اون موجه دیگه ما دنیای من دیگه رقم شد. صبح کشوری میواند یا سمین بهار استی، بوی ناز می آید، بوی ناز می آید، جلوگاه یار هستی. ای از بویا نیست، ای بوی درونی است. یک روز بایزید بسطامی صاحب در خرقان میرفت، هم در آنجا ناله مشتاق کرد، بوی را از باد استنشاق کرد، بوی کشید. شاگردان پسرش را من دیدم که هیچ گلی نیست زمستان از سر، گفتم که میکشی بویو بظاهر نیست گل، بیشک از غیب است و از گلزار کل. گفت زین سو بوی یاری میرسد، کندرینده شهر یاری میرسد. اما بود که شیخ حسن خرقانی در ای قریه دوزا به وجود آمد. اما کسی که آن ما میگیم دموکراسی ما را ملامت میکنن که شما میزنید میکشین استراحات عجیب. در اونجا در سر خانقای خود ناشته کرد که هر کسی که به خانقای شیخ حسن خرقانی می آید آبش دهید، نانش دهید، از دین و آیینش مپرسید. هر که در خانقا، هر که نزد حق به جان ارزد به خانقای ما به نان ارزد. اینه ما باروری این فرهنگ هستیم، اینا ناق دموکراسی نیست، این دموکراسی از دین و آیینش مپرسید. اون که پیش خدا تعالی به جان ارزد، ما که هستیم بنام میارزم. مرزا القادر بیدر عزیزترین و نزدیکترین شاگردش خوشگو بود، هندو بود. او میگفت که من هزار بار بیدره بیدر که می رفتم طرف بازار، می رفتم بیدره زیارت می کنم، پس می آمد باز بیدره می دیدم. بوی گفتیم هر خلاشون مرا بگو مطابق چیم امی در حقیم پورش دارم. بو گفتیم ای بوا عجیب است، خدا شاهد است که ما بسیار استعدادهای عجیب خرید داریم، به خوردن و خفتن مصرف هستیم. به معراج ما میگیم این صورت پیغمبر است، ریش کنیم این صورت پیغمبر است، نه این صورت پیغمبر است که به معراج بود، او هم صورت است. به معراج برایید که از اهل رسولید، رخ ما ببوسید چو از آل، رخ ما ببوسید چو بر بام بلندی. برین وقت دارین از این لحظه شروع کنین و معراج برین. معراج افضل چیزی نیست که زینمانین، فقط صفایی کنین با هر کس، یک سلام با صفا بدین، یک خدمت با صفا کنین و معراج میرسین، دیده دیگه میبینن. یعقوب علیه السلام یوسف که وقتی بردن چشمایش کشت نمیفهمید. دیگر روز گفت که من بوی یعقوب میشنم از مصر، مردم گفتن هیچی دیوانی است.
یوسف اونجا در چه انداخت نمیفهمید که چه شد. آن پوی یعقوب است. مصر استشمام میکنم. یکی پرسید از آن گمگشته فرزند که ای روشن ضمیر پیر خردمند. به مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چای کنعانش ندیدی؟ یعقوب علیه السلام جواب داد، بگفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و بیگردم نهان است، گهی تا پشت پای خود نبینیم، گهی بر عالمی بالا نشینیم. پیر عارف قبض بست میگه، وقتی که عارف در حالت بست است مستی میکنه، میرقصه مولانا ماری، اما وقتی که قبض میشه بازد لحظه نرام است. خدا اون طلا ختم میکنیم همه ما شما را بست نصیب کنن، توفیق نصیب کنن که اعمال نیک، رفتار نیک، گفتار نیک و پندار نیک پیدا کنیم، و ما توفیق نیکویی، زیبایی و دانایی نصیب کنن. این سه چه بسیار مهم است، نیکویی، دانایی، زیبایی. زیبایی بهترین چیز است، دانایی بهترین چیز است، و نیکویی. ما را نفس میکشیم، نان میخوریم، انرژی میگیریم، اما را مصرف نیکویی کنیم. السلام علیکم. هر جایی که ما باید بریم حضور ما سلام باشه. که میدونیم هیچ حاجتی نیست که سلام در پیشانی ما سلام داشته باشه. وجود ما باعث شادی محفل شد، وجود ما شادی شد. اتونا شک ما در محفل بشیریم بگوید کی آمد برا باید، یا که برای بگن خدا را شکر که رفت. نی خدا تعالی دکتر اکرم عثمان را بریخ رحمت کنه که از بین ما شما رفت، و آقای فیضی را که چند وقت پیش وفات کردن بریخ رحمت کنه، و گذشته های ما را بریخ رحمت کنه. و ختم میکنیم این غزل باشه باز یک وقت دیگه، ختم میکنیم با مدعای مثال قادر بیدن که دعا کرد که موش پیری خوی نمیده. بس یک کسی گفت که خدا تعالی مرا دو نیمت بسیار بزرگ داده. اون رفیقش گفت چی نیمت بزرگ داده؟ گفت یکی حافظی بسیار خوب داده. گفت بسیار خلاص، دیگه چی داده؟ چون زد زد گفت یادم رفته. خداوندا به آن نوری نظر در دیده جا بنیا، با قدری انتظاری ما جمالی مدعا بنما، ولا تحملنا ما لا قد طاقت لنا به، با قدری انتظاری ما جمالی مدعا بنما، نرنگی از طرف داریم و نی از خرمی بوی چمن گم کردیم، آینه ما را بنا بنما. السلام علیکم. بسیار گفت می‌زدیم تا را کشم.